در دن برنامه بازم برگشتیم و سلام تقدیم میکنم خدمت بیننده های عزیز که اکنون با ما پیوستن امیدوارم تا ساعت سه بیننده یه نیمه باشن و ما زیر یک قسمت از برنامه میخوایم ریش بحث کنیم نقش جوانان در اجتماع جوانان که مهمترین قشر جامعه را تشکیل میدن این دستازان افغانستان هستند و میشه گفت شخصیت های مهم و معتبر بعدی شاید از جمله از همین جوانان باشه خب این که جوانان چقدر میتونن در جامعه موثر واقع شون نقششون در کدام بیشتر میتونن بیشتر کار کنن و این که چرا بیشتر روی جوانان یعنی توجه بیشتر صورت نمیگیره در جامعه افغانستانی مشکلات در چی است شما میتونید موضوعات امروز در برنامه نیمه روستان بالکن کنیم و مهمانان عزیزم دو جوان خیلی موفق در کنار ما هستن که هر دو تاشون خوش آمدید میگن و چه خوب است که در آغاز معرفی کوتاهی از هر تاشون دو داشته باشیم خوش سلام عرض ادب دارم بر شما مهمان عزیز و بیننده گرامی اسم محمد راشد است و از جامعه فعال مدنی. خیلی خوب شما ډیر موندنه زموږ په خپل ور سره سلام تاسو ته او د ارینا ټلویزیون ټولو جنونو دلته وړاندې کوم مهاله لرم چې د ورځې مبارک مې په خوخي خوشحالي سره د دې کړي که همدارنګه په دلش پګنیم کل کې مکتوب نه فارښویم او په ونېوم کل کې د ژوند سي په بشکې تحصیل کوم آها خیلی خوب همیشه موفق باشین و راشد جان در آغاز میشه خود در رابطه با صحبت کنی که جوانان چقدر میتونن در جامعه و در کدام رشته ها بیشتر کار کنن چقدر نقششون میتونن در جامعه افغانستان مؤثر واقع شا. جوانان جوانان یکی از مهمترین قشر جامعه هستند که میتونن مو اتحاد و همبستگی کشور بسازن و اقتصاد و از هر نگاه یک چیزش بر خود بسازن و جوانان در افغانستان بسیار از جوانان منتقل به این که ما از نگاه تحصیل و دانش که به دست و میتونیم در افغانستان خدمت کنیم و سلحواران کشور باشن و در همین عرصه کل مهین جوانان هم با یک مجلس گفتن که ما برای جوانان که به خاطر دانش بالایشان و که بهتر تحصیل کنند و خدمتگذار و جامعه و افغانستان باشند و ما پروژه پنج ساله در نظر گرفتیم که می جوان را از هر عرصه برسانند اها آه ښه خبر او شما میشه در رابطه بهې خبره وکړین چې نقش ځوانان چقدر میتوري موثث او کېшава در آینده ها در حکومتداری او همچنان در تحصیلات یې ډېر من د ځوانم ډېر خټی کې ته اشاره وکړه البته باید ووایم چې د هر هیواد راتلونکو د دغه ځوانانو پریاړلري چې هغه د خپل د هیواد د اوبادي او پرمختګ د پرلوړ هلی او لوړ فکرونه ولري نو کچېری د داسې ځوانانو فکرونه وهلې توجه نشي نو د انساني سترګې یو غټه لوی ځای وي نو ان د زوانان لوی ټوله لوی مسلیت دا ده چې لوړز دکړی او کړی ترسو وکول شي په دوړلتي په باندې ټونیک یوخه مقام لاس راوړي او زوانان کول شي چې تعویذونه لمانځي شي نشادونه لمانځو شي او د زوانان زوانان د هواد پرمختګ او د ټولین د پرمختګ لپاره یو ډیر فعال او مهمه دندل لري چې کچېره د افغانستان دولت د ځوانان لپاره پروژې یا هم تحسيلي زمینی <متحق> ورته برابر کړی نو ځوانان کولی شي د هوا د پرمختګ او د نوي ټکنالوژي په مدرن سره یو هوا ته جوړ کړي پس چرا توجه بیشتر بالا جوانان صورت نمیگیره که در بیشتر گفته های خودت شدی که جوانان میتونن بر روشنایی و همچنان پیشرفت جامعه سهم بیشتر داشته باشن اما متاسفانه توجهی بالاشون صورت نمیگیره مشکل در چه از دید شخصی خودت البته از وای دویم که از من هواد به هر برخه که این دین مشکلی تون لری باید زبان در تو ما اوس آ آ آ آ آ او اوس مهال په اوسنی شرایط کې پدې اومده اساسي کې پدې اومده مشکلې کې وجود لري چې یوې بیکاری ده بلې بیسوادۍ ده او بلې نامني ده چې زموږ په هواد کې بیکاري هم ډېر زیات ده چې ځوانانه د پرمختګ لپاره خنډ جوړ کړي ده او نه هم عامنه هم هواد کې زیات ده چې زمونږ زبانانه شي کول تحصیل وکړي مدرسو او تلارسي مکتبو تلارسي د دی دې د عمل چې نامنيوی نو دولت لکه څنګه چې څرګونه ویل یو خپل په سخناني کې چې مونږ د زبانان لپاره وزارت جوړ کړو اما متأسفانه تر څو کوم جدي اقدام پینې نه کړای کوم غیانه وزارت نه دا جوړ کړای نو به د زبانان لپاره د رزمینی برابرشي ځکه چې نه وایي نسل یزوان کول شي چې د هواد پرمختګ د پر لویه, لویه سرمایه ووسی اها سپاس از خودت خودت میشه بگی خودت یک جوان هستی و خواست خودت از نهادهای مسئول چی است یعنی بر جوانان کدام کار را انجام دادن چگونه برنامه ها داشته باشن کدام راهکارها را باید داشته باشن در نخست اشرف گفته بود که گفته ازی بیا ما بر ازای یک گزارخانه فراهم میسازیم به وجود یک وزارتخانه حتی برای یک جوان حداقل یک وظیفه خوب پیدا نمیشه در این صورت که بسیار از پست های وزارت ها و دولت خالی موندن و نیاز نیاز به کارمند دارن هم. و یا هنوز به کار نیاز دارن و کار برایشان پیدا نمیشه و در جایی که هم خلاص سوانیشان میتن یا از چون پول میخواه یا از واسطه کلان و ما از دولت می خواهیم که یک زمینی کار را فراهم بسازند که جوانان ما یک نیروهای خاص هستند که جامعه و کشور می سازند و 65 فیصد از, از این افغانستان جوانان تشکیل می دهد که می توانند در آوردن سال در نظام و در بسیار از بخش های دیگه موثر واقع شوند و ما از دولتی خواست داریم که یک از زمینه کار را فرا زمینه کار را فرا از جمله فابریکا و بندهای برق که نیاز به کارمند بیشتر دارن و از قبیل پروژه های اجتماعی که نیاز به کارمند بیشتر داره ما میخوایم که از ایشان تقاضا کنیم که از پروژه ها یعنی از جوانان راست توانایی شون با استفاده کنه در بخش های مختلف قسمی که رشید جانم یاد آور شد به بیشتر بخش های کشور است که نیاز به داره که باید جوانان کار کنن و توانایی خود را به مصرف برسانن و همچنان ثابت بسازن که میتونن کارهایی رو برای پیشرفت جامعه و همچنان ترقی یک کشور به خصوص افغانستان انجام بدن. بازم سپاس از شمایی که شما که تشریف آوردین، صحبت خلخو هم داش نمیشم موفق باشین در هر هر سه زندگیتون مخصوص در تحصیلاتتون. خب بیننده های عزیز در حال حاضر میان برنامه بعد بر میگردیم حسین تا جان با مهمانان با شما